بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محصلین عزیز و گرامی، بخش دوم درس پنجم ما را از این قاعده آغاز میکنیم که قاعده فرع قاعده العادة محكمة است و فرع دومش است. فرع دومش است العادة محكمة، ای فرع دومش است یا فرع بایش است. خب متوجه باشیم که ما این الفاظ ازیرا برتان بخونم. انما تعتبر العادة، انما تعتبر العادة اذا اضطردت، وقتی که وصل میخوانم اذا اضطردت او غلبت، اذا اضطردت او غلبت. طبعا تعتبرن قابل اعتبار است، عاده بمعنی عرف، اضطردت بمعنی چی؟ اضطراد، اضطراد بمعنی ای که عام شود یا غالب شود. خب قاعده میگه که عادت وقت مورد اعتبار است که یا فراگیر عام باشه و یا هم غالب باشه، یا فراگیر عام باشه و یا هم غالب باشه. ترجمهش به این قسم میگه که عرف عادت صرف در صورت اعتبار دارد که ما دارد و مورد اعتبار میباشد که یا مورد اعتبار میباشد که شامل و عام باشه، شامل فراگیر و عام یا غالب باشد، شامل فراگیر و عام یا چی و یا هم غالب باشد. در این صورت باز عادت قابل پذیرش یا قابل اعتبار می باشد. گفتیم که عرف و عادت صرف در صورت اعتبار دارد و مورد اعتماد می باشد که شامل، عام و یا غالب باشد. شرح از این قاعده چی میگه؟ شما متوجه باشین؟ عرف مورد اعتبار که احکام شرعی با آن بنا می شود، همان عرف و عادت شامل و عام و غالب می باشد. عرف عام شامل و یا غالب می باشد. عمومیت و شمول آن به اکثر افرادش کافی می باشد، اقلیت مورد اعتبار نیست. این همی صورت غالب را بیان می کند که یا عام و شامل و فراگیر باشد و یا غالب باشد. غالب به ایمانه که به اکثر افراد شامل شود، اگر کمی از او خارجم میشد به او اعتبار نیست. عرف و عادت غالب و عام منزله و جایگاه شرط را دارد. به همین اساس اگر تاجر متاع یا جنسی را بفروش رسان، ولی در مورد معجل و معجل بودن سمنیان تصریح نکرد و عرف طوری بود که بایی هر جمعه مقداری از سمن را می گرفت. به همین شکل عقد انجام می یابد که هر جمعه مقداری از سمن را تسلیم می شود، ولو که در ابتدای عقد آن را ذکر هم نکرده است، زیرا معروف قبول شده به اساس عرف مانند مشروط شرط کرده شده به شرط در عقد است. این واضح شده، یعنی در مسئله فقهی که در اینجا بر ما میگه، این میگه که اگر یک بیع صورت گرفت، یک جنسی امتای به فروش رساند، گفت که ایره به مقابل بنجازرابانی به تو فروختم و گفت من قبول کردم، اما در مورد از اینکه سمنش حالا پرداخت شد یا سمنش پسان پرداخت شد، در مورد از این گپی نگفتن، ولی در بین تاجرای امو منطقه یا تاجرای امو بازار اینطور عادتی بود، عادت شایی و عادت عام و عادت شاملی تو بود که هر جمعه به شکل قسطوار یک اندازی از سمن رو پرداخت میکرد، یک اندازی از سمن رو تسلیم میکرد. بنابراین ولو که در اینجا تصریح به امی مسئله نشده که جمعه یکی پول بپردازه، تصریح هم به صراحت میذکر نشده، لیکن در عقد امی داخل است، در عقد امی چی است؟ داخل است. چرا میگه که المشروط و شرطن کل المعروف و عرفن کل مشروط شرطن، المعروف و عرفن کل مشروط شرطن، زیرا که یک چیزی که به اساس عرف
قبول شده باشه، گویا که او در اساس در عقد شرط شده باشه، در اساس عقد شرط شده باشه. بنان این قضیه بود که موضوع غالب بودن یا عام بودن عرف را بیان کرد. به می اساس میم به این مسئله که بیان شد خطاب به خاطر توضیح قاعده بود، ولی میم در ایجا مو بخشی از احکام فقهی که داخل از یا زیر از قاعده می. یکی از احکام فقهی است، اگر پدر در عروسی دختر خود جهیز آماده نماید، عروسی دختر خود جهیز آماده نماید، بعد از تسلیمی به دختر خود، یعنی بعد از تسلیمی امی جهیز به دختر خود، پدرش دعوا نماید که این همه جهیز عاریت می باشد، شاهدان هم ندارد. اگر عرف بر این بود که پدر آن را به اساس تملیک می پردازد نه به شکل عاریت، قول پدر در اینجا قابل قبول نمی باشد. شما اینجا متوجه باشین که یکی تملیک است و دیگه هم عاریت است. عاریت به این معنا که به خاطر چند روز برش می ته استفاده است پیش کنه، باز پس به مالکش برگشتانده می شه، این عاریت می گه. و تملیک به این معنا که اساساً اصل جنس مالک ملکیت شخص دیگه می شه. این حال پدر وقتی که در اینجا جهیز آماده ساخت و به دختر خود تسلیم کرد، بعد از اینکه به دختر خود تسلیم کرد و او را دخترم تسلیم شد با خود گرفت، پدر آمد دعوا کرد که دختر جانم این جهیزی که برات آماده ساخته بودم، چیزایی که برات دست اسباب و لوازم خانه برات آماده ساخته بودم، در این خود که ای را به تو تسلیم کردم، هدف ما این بود که ای را به عاریت برد بتم وقتی که توی بگذاره به اصطلاح مردم تخجمی مسائل خلاص شود، ای را پس برای ما بیتی دیگه، حالی پس برای ما بیتی، یک هفته دو هفته سی هفته یک ماه است عروسی تیر شد خلاص ای را پس برای ما بیتی. ولی دخترش گفت که نه پدر جان، ای را خوب برای ما دادی به اساس تملیه که ملکیت ما باشه، در اینجا اختلاف فارش و پدر شایدان هم نداره، در اینجا به اساس عرف فیصله میشه که در عرف مردم چی قضیه است، چی قسم ای فیصله میشه. اگر عرف مردم ای بود که اینجا امی صورت چیزا آماده میشه به خاطر از اینکه مردم در عروسی نگویه که پدرش یه چیزی نکرد، برش یک چیزی امیت را به شکل عاریت آماده میسازه و بعد از اینکه عروسی و مراسم سپری شد پدرش و اشیا را پس میگیره، خلاصی عاریت است. و اگر نه، عرف به این بود که این ملکیت دختر میشه، بازو ملکیت دختر است، پدر حقی گرفتن نداره. و طبعا در مناطق ما شما قابل خصوصا این عاریت نیست، بلکه تملیک به دخترش است. مثال دیگه که زیر از این قاعده میه، اگر شخص مال خود را بر درس حدیث وقف کرد ولی مراد واقف مشخص نگردید که هدفش کسانی است که مصطلح الحدیث را میخوانند یا کسانی هستند که متن حدیث را میخوانند، در این صورت عرف عادت همان شهر قرار داده میشود. در این صورت عرف عادت همان شهر فیصله کننده قرار داده میشود. در این صورت عرف عادت همان شهر فیصله کننده قرار داده میشود. در اینجا یک فیصله کننده را دیگه اضافه میکنیم که ایمان در این صورت عرف و عادت همان شهر فیصله کننده قرار داده میشود یا حکم قرار داده میشود. این یک مثال است که مثلا در یک مدرسه است یا در یک منطقه است یا در مسجد است، دو گروه طالب است، یک گروه متن حدیث میخوانه و دیگه گروه مصطلح الحدیث میخوانه. مصطلح الحدیث شما خواندین در سمسترهای قبلی، یعنی امو علمی که در روز از صحت و ضعف حدیث بحث میشه و در انواع مختلف حدیث بحث میشه، او مصطلح الحدیث است. آره، این نفر گفت که مال ما وقف باشه و درس حدیث. این مردمی که مصطلح الحدیث میخوانن اینا میگن که هدفشان ماستیم، چون ما هم طالبای حدیث هستیم.
اون مردمی که متن میخوانن ما میگن که نه هدف شماستیم، چرا که ما حدیث میخوانیم، اصل حدیث خما میخوانیم، شما خی یک علم تکمیلی حدیث میخوانیم. اینجا باز چی میشه؟ میگه در اینجا باز عرف و عادت همان شهر فیصله کننده واقع میشه که درس حدیث اگر در منطقه ما مستراح حدیث گفته میشد خلاص به او وقف میشه، و اگر میگفت که با متن حدیث درس حدیث گفته میشد همو مراد میشه، و اگر هر دویش شامل میشه باز به هر دویش مراد میشه. باز به هر دویش چی میشه؟ به هر دویش مراد میشه، شامل هر دویش میشه. خب این بود قاعده دوم فرعی. قاعده پنجم ما شما که در اوجه گفتیم العادت و محکمت. میایم به قاعده بعدی، قاعده سوم از فروع قاعده العادة محكمة، هي العبرة للغالب، يسكي العبرة للغالب الشائع لا النادر، يعني مورد اعتبار در احكام الشرعي براي امر غالب وشياس نبراي امر نادر وكميات. بي تقريبا دمو قاعده قبلي تشريع وتوزيع شد بمي اساس ازي مغزري ما يشو امر درسي شما نمي باش. مين بقاعده بعدي، قاعده بعدي كي تقریبا قاعده چهارم از فروعی از این قاعده اصلی میشه که العادت و محکمتون، العادت و محکمتون. قاعده پنجم یا چهارمی که فرع قاعده العادت و محکمتون است، الفاظ شما برتون میخوانم: الحقیقت تترک بدلالت العادت. الحقیقة تترک بدلالت العادت. حقیقت معنایش واضح است، حقیقت است یعنی ترک کرده میشه دست دلالت عادت. یعنی ترجمهش به این قسم میشه که حقیقت به اساس دلالت عرف و عادت ترک کرده میشود. حقیقت به اساس عرف و عادت دلالت عرف و عادت ترک کرده میشود. ببینین محصلین عزیز، یک موضوع را شما در اینجا متوجه باشین که استعمال کلمات و الفاظ، شما این را در اصول فقه هم خواندین و در بلاغت هم شاید خوانده باشین که استعمال و بکارگیری الفاظ احیانا به شکل حقیقی می باشد و احیانا به شکل مجازی می باشد. این موضوع در اینجا یک قضیه را واضح بسازه که او اگر احیانا موضوعی که ما شما مثلا در او هستیم میبینیم که در اوجه یک قضیه و یا یک موضوع یک کلمه به شکل حقیقی خود به کار رفته و جای دیگه مثلا میبینیم که به شکل مجازی خود به کار رفته. معنای حقیقت و مجاز ای است که حقیقت یک استعمال کلمه در معنایی که بروز وضع شده باشه. مثلا اگر بگویم کلمه اسد برای چی وضع شده؟ اصلا معنی یک معنی حقیقی داره که معنی مجازی داره. معنی حقیقی اسد ای است که امو حیوان درنده چارپای است که انسان ها را میخوره، پادشاهش جنگل است. این معنی حقیقی اسد است. معنی حقیقی اسد این است که امو حیوان درنده. اما اسد احیانا به معنای چی؟ به معنای شخص شجاع و دلیر هم استعمال میشه. به معنای شخص شجاع و دلیر هم استعمال میشه. اینالی در اینجا طبعا وقتی که یک کلمه در حقیقت معنای حقیقی خود استعمال شد و معنای حقیقی از او قابل فهم، قابل درک، قابل عمل بود، در این شک نیست که به معنای حقیقیش عمل میشه و امو قابل فهم، قابل عمل و قابل درک است. اما اگر دیدیم که در اوجه معنای حقیقیش قابل عمل نمی باشه، معنای حقیقیش قابل تطبیق نمی باشه، در اوجه باز میره به طرف چی؟ به طرف مجاز میره.
به می اساسی قاعده میگه که الحقیقت تترک به دلالت العادتی، به اساس عادت و عرف از حقیقت گذشته میشه و میره به طرف چی؟ به طرف مجاز. در شرح شما در شرح قاعده متوجه باشین، دیگه یه ما براتون میخونم این موضوع باز خوب دروازه میشه. اصل در کلام حقیقت است، این اصلا باید در معنای حقیقیش گرفته شود. بشه مجاز جانشین حقیقت میباشد. مجاز به چی معنا؟ حقیقت معناش را گفتیم. مجاز به چی معنا؟ مجاز به این معنا که استعمال یک کلمه در یک معنایی که بر او وضع نشده لیکن یک قرینه در اینجا وجود داره. مثل که ما پیشتر گفتیم که حسد به کسی اطلاق شوه که او دلیر و شجاست. شخص دلیر و شجاع را ما حسد بگویم یا شیر بگویم. ایناله ای آدم خاموشیر درندی نیست که چهار پای را و انسان ها را میخوره، حیوانات را میخوره و پادشاه جنگل است. نه، حقیقتی است که در یک معنا با شیر مشابهت داره که او را شجاعتش را میگن. دیگه به می اساسی در مجاز میگن. چنانچه در ماده 12 گذاشت. لذا وقتی که قرینه وجود نداشته باشد لفظ به معنای حقیقی آن حمل کرده میشود. وقتی که قرینه وجود نداشته باشد در اونجا باز معنای چی گرفته میشود؟ معنای حقیقی اون لفظ گرفته میشود. مثلا در همین مثال بگه که با یک نفر بگه که با ما اسد را دیدم که یا رأیت الاسد یأکل الغزال، اسد را دیدم که یک چیز را میخورد، یک آهو را میخورد. اینا را حد دیجه تب معنای حقیقی شمی است که امو اسد است که در جنگل بوده باش داره. وقتی که معنای حقیقیش مراد بود اما امو حمل میشه، امو از پیش گرفته میشه. اما در برخی موارد اراده معنای حقیقی ناممکن می شود. مثلا بگه که رأیت الاسد تزوج بفاطمه یا اخبرت ان الاسد تزوج بفاطمه، ولی خبر شدم که اسد با فاطمه ازدواج کرده. دیگه خواه اسد هدفش چی است؟ اسد هدف شمو حیوان درنده نیست، اسد هدف شمو شخصی است که او مانند شیر شجاعت داره که او با فاطمه ازدواج کرده. به می اساس ایجا باز هدف چی میشه؟ هدف معنای مجازی میشه نه معنای حقیقی. وقتی که اراده معنای حقیقی ناممکن شد در این صورت باز عمل به معنای مجازی آن میشود، عمل به معنای مجازی میشود. مثلا من دیدم که شخص قسم یاد کرد از این درخت نمیخورد، مراد از درخت در اینجا میوه آن میشود اگر درخت میوه دار باشد. اگر میوه‌دار نبود مراد از آن سمن و قیمت درخت می شود و این به خاطری که کلام عاقل از لغو و به معنا شدن محفوظ بماند. اینا رو ببینید شما در این مثال دیگه یک حکم فقهی مرتب میشه که او حانش شدن و غیر حانش شدن است. یک نفر قسم یاد کرد که از این درخت نمیخورم، از این درخت من نمیخورم. این درخت اگر میوه‌دار بود معنای حقیقیش چی است؟ معنای حقیقیش اگر ما ببینیم که معنای حقیقیش خود چوب درخت است. نه، در اینجا چوب درخت هدف نیست، در اینجا هدفش چی است؟ میوه است. چرا که چوب درخت او کس نمیخوره. اگر میوه دار نبود هدف باز چی است؟ باز هدف از او سامان و قیمت و پول از او است. بناهن ای گفته شده اینجا که الحقیقت و تترک به دلالت العادتی. خب ای یک توضیح بود. توضیح دیگه، احیانا معنای حقیقی ناممکن نمی باشد بلکه به اساس عرف و عادت متروک قرار گرفته است. معنای حقیقی در اوجا خونا ممکن بود پیشتر گفتیم در اون مسئله، لیکن در اینجا مثال های دیگه داریم که ما در اوجا معنای حقیقی گرفتن معنای حقیقی ناممکن نیست لیکن به اساس عرف و عادت ترک شده. به اساس عرف و عادت چی شده؟ او ترک شده، متروک قرار گرفته است. در این صورت حکم ناممکن و متعذر را به خود میگیرد. وقتی که به اساس عرف و ترک شده باشه میشه مثل که ایت ناممکن باشه و حقیقت متروک کرده به عرف و عادت رجوع میشود. در این صورت باز ما به حقیقت رجوع نمی کنیم بلکه به چی رجوع میشه؟ به عرف و عادت. عالم مثالش چی است؟ مثلا مانند این که شخص سوگند یاد کند که در خانه فلان قدم پای خود را نمیگذارد. هدف مراد از این قسم داخل شدن به خانه است، خواه در حال سواری باشد یا پیاده، پا برهنه باشد یا پاپوش در پایش. زیرا همین معنی عرفاً مراد بوده نه معنای حقیقی آن. و معنای حقیقی این که پای خود را درون خانه بگذارد، خواه داخل شود یا خواه داخل نشود.
زیرا این معنا عرفاً متروک شده است و عرف در اینجا فیصله کننده است. بناهن اگر تکلف نموده پای خود را داخل خانه بگذارد و خودش داخل نشود اعتبار ندارد بلکه اعتبار مده. شما ببینید که اینجا مثال ای است که در چیز ما شما بسیار رایج است. قسم میخوری نفر که قسم اگر در خانه آجی سمندر ما پای خود بانم. ببینیم اگر معنای حقیقی پای ماندن را بگیریم، معنای شمی است که ای آدم برای در پیش خانهش و در بیرون خانه استاد شود، دروازه شواز کنم پای خود در خانهش بانم. معنای حقیقیش خمیست پای خود نمیمانم. و اگر قسم اگر پای خود ماند حانس میشه، اگر قسم پای خود نماند اگر حانس نمیشه. لکن یعنی اصلا معنای حقیقی خوامی است. لکن این معنای حقیقی به اساس عرف مردم ترک شده. عرف مردم هدف از چی بوده؟ عرف مردم هدف از این بوده که اینجا داخل شدن هدف است، نه پای ماندن. بنابراین این آدم اگر برهنه پا داخل شد، اگر پا پشت پایش بود داخل شد، اگر در حالت دخانش داخل شد که به اکسیژن سوار بود، اگر پای پیاده داخل شد، این تمامی صورت ها در این قسم داخل است. وقتی که در خانه آدم داخل شد، این آدم حانس میشه، قسم برش میگرده، کفاره قسم را باید بپردازه. کفاره قسم را باید بپردازه. به می اساس آل ایجا که معنای حقیقیش ای است که پای خود در این خانه بانه و معنای حقیقی متروک گشته، لکن این ترکش به اساس چی گشته؟ به اساس این گشته که عادت مردم اینه است. عادت مردم، عرف مردم، این کلمات به می خاطر استعمال میشه که در این کلمات گفته میشه که این کلمات به خاطر از استعمال میشه که هدف از این است که در این خانه داخل نمیشم، با این خفه هستم، با این کدام مشکل دارم، به این اساس من در خانه ازی داخل نمیشم، در خانه ازی داخل نمیشم. بنابراین این قسم قسم که یاد کرد هدف از او چی است؟ هدف از او این است که در خانهش داخل نمیشه. اینالی امی عادت، امی حقیقت میبخشین، امی حقیقتی که در اینجا پایماندن در خانه از بیرون خانه متروک قرار گرفته شده، متروک قرار گرفته شده. این به اساس چی متروک قرار گرفته شده؟ به اساس عادت و عرف. به اساس عادت و عرف، عرف مردم امی کلمه را استعمال میکنه، ولیکن هدفش این است که ما او در او خانه باز داخل نمیشه. در او خانه باز چی میشه؟ داخل نمیشه. به می اساس ایجا امی عرف مردم سبب ازی میشه که حقیقت متروک قرار میگیره و به طرف امو معنای مجازیش میره که او معنای مجازی شد. این حالی که در خانه یادم داخل شد، ولو که برهنه پا بود و ولو که چیز در پایش بود یا نبود، در حالت سوار داخل شد یا پیاده داخل شد، در تمامی صورت ها چیز است، این آدم حانس میشه. این آدم چی میشه؟ حانس میشه. حتی اگر زمان فعلی ما شما ببینیم از رای فرا شد به خانش پایین شد، هم در این حانس چی میشه؟ در این حانس داخل میشه و این آدم حانس میشه و قسم بالاش میگرده. این بود قاعده چهارمی که در زیر قاعده پنجم کلی داخل میشه که او العادتو محکمتون بود. العادتو محکمتون بود، این قاعده پنجم بود که درس پنجم ما هم از امی شروع شده بود که العادت و محکمتون بود. به می اساس